هلند درباره جنایت جنگی نظامیانش در افغانستان تحقیق می کند. وزارت دفاع هلند از دادستانهای این کشور خواسته در ارتباط با گزارش یکی از کهن سربازان که ادعا می کند به سوی غیر نظامیان افغانستانی آتش گشوده است تحقیقاتی را آغاز کنند. به گزارش شیه ویوز به نقل از یورو نیوز این کهنه سرباز هلندی میگوید به دستور فرماندهانش در ولایت ارزگان افغانستان در سال 2007 به روی غیر نظامیان آتش گشوده و امکان دارد که آنها را کشته باشد این کهنه سرباز شهادت داده که به سوی چندین خانه در در چورا شلی کرده چرا که فرماندهانش بر این باور بودند که کانون گرد همایی تروریست های طالبان در ولایت ارزگان است این نظامی در گفتگو با روزنامه تراو چاپ هلند گفته زمانی که به سوی مناظر شلیک کرده با هیچ اقدام متقابلی مواجه نشده است در صورت که اگر عناصر مسلح در این خانه ها حضور داشتند با سلاح های خود پاسخ میدادند بر اساس یک تعامل بین ارتش هلند و دولت افغانستان، نظامیان هلندی تنها برای دفاع، اجازه تیراندازی و شلیک داشتند. وزارت دفاع هلند میگوید گزارش این کهنه سرباز را بسیار جدی گرفته و در حال بررسی هر گونه حادثه آمیز شناخته شده در ارزگان در سال 2007 است. این وزارتخانه تاکید کرده که در حال تلاش برای بهبود روش است که از طریق آن کوهن سربازان راحت تر بتوانند درباره وقایع این چنینی گزارش ارائه دهند در ماه نوامبر در استرالیا تحقیقاتی منتشر شد که نشان میداد نیروهای ویژه استرالیایی 39 زندانی غیر نظامی را بین سالهای 2009 2012 و 2013 در افغانستان کشتند مارک روته نخست وزیر هلند ماه گذشته گفت هیچ نشانه ای از اقدام و ارتکاب به جنایات جنگی مشابه از سوی نظامیان هلند مشاهده نشده است با این حال وزارت دفاع تحقیقاتی مشابه استرالیا را آغاز کرده است